سلام، خیلی مخلصیم. تو این چند روزه دوست نداشتم بیام راجع به این موضوع صحبت بکنم، ولی دیگه مجبور شدم که بیام این صحبت رو انجام بدم راجع به ژاکان باران. دیشب، حالا نمیدونم که این ویدیو رو شما میبینید، دیشب یک اسپیسی برگزار شد، حدود فکر میکنم 200 نفر یا 2000 نفر آدم توش بود. خیلی بودن، من ندیدم، مثلا نیومدم تو، انقدر اعصابم خورد بود. و خیلی ها بودن اصلا ژاکان باران رو اصلا نمیشناختن، اصلا نمیدونن کجایی هستش، اصلا کارش چیه، و اومدن شدن صدای مثلا ژاکان باران. زمانی که ژاکان باران احتیاج داشت، تو کسی اسمش رو نمی آورد، اصلا نمیدونستن کیه. یعنی این سیستم به یه جایی رسیده که اون کسی که نخبه هستش باید بیفته به دست جمهوری اسلامی، بعد مردم بیان براش اسپیس بذارن و آی ما چیکار بکنیم و چیکار نکنیم و این داستانها. یعنی همون چند صد نفری که داخل اون اسپیس بودن، اگر ماهیانه 10 یورو 10 یورو یک صندوقی درست بکنن، نه اون صندوق های رضا پهلوی که خودش میکشه بالا، یک گروه بیان به عهده بگیرن این چیزو، این کار رو، بگن آقا یه صندوق درست بکنیم برای کسانی که این مشکلات رو دارن. ما کلی الان آدم داریم که مشکل دارن، توی انقلاب ژنجیان آزادی ضربه خوردن، الان توی ترکیه هستن یا توی ایران، آه ندارن با ناله سودا بکنن. پیام های زیادی من دریافت میکنم روزانه، طرف اصلا پول نداره بره دکتر، جفت چشماش کور شده، رو کولبر بوده، رفته توی خیابون، الان ساچمه خورده، کلن توی خونه است دیگه، اصلا نمیتونه، نه حرکت نداره دیگه. کی از اینا خبر داره؟ خب باید این پول خرج این مسئله بشه. یارو میاد بیرون، خب نداره، دهن خودش رو دوخت ژاکان باران. خب میتونستن با یه صندوقی درست کنن، یا همین افراد که توی این چیز حالا سینه‌شون رو پاره کردن، میگن آی ژاکان باران کجا هستش، میتونستن با همین کار میتونستن یه چیز براش بگیرن، چی میگن، یک ویزا براش بگیرن ببرنش یه کشور امن، یه وکیل براش بگیرن ببرنش یه کشور امن، اینجوری نیفته به دست، نمیدونم الان دست کیه، دست جمهوری اسلامی، دست ترکیه، از حالت هرچی بلا سرش اومده دیگه. آدم که در تنگنا هستش، دستش رو به خار هم میزنه برای اینکه نجات پیدا کنه. دیگه چاره ای دیگه ای نداشته ژاکان باران، مگه چاره ای دیگه ای هم وجود داشت؟ یک چاره ای به من بگین. دهنش رو دوخت، هوار کرد، بیداد کرد، گفت آقا منو نجات بدین. کسی نجات داد؟ خودم رو مثال میزنم، بابا من دارم ورزش میکنم، اسم شما رو فلان و این دوستانا، ورزشکار حرفه‌ای باید بیاد بگه آقا من مشکل دارم دیگه، به جایی برسه ورزشش رو بذاره کنار. باید یه صندوقی درست بشه دیگه. من خودم با این وضعیتم حاضرم به اون صندوق کمک میکنم ماهیانه. شما یه صندوقی درست بکنین، 4 نفر آدم حسابی بذارین، بگین آقا این صندوق دست ایناست، این 4 نفر، این 5 نفر، یا یه حزبی مسئولیتش رو به عهده بگیره، بگه آقا کسانی که کمک دارن، پناهجوان، کمک بکنیم، فلان بکنیم، هم کمک میکنن. 45 سال شما هیچ کاری نتونستین بکنین، یه صندوق نتونستین درست بکنین برای این نخبه ها. یارو نویسنده است، بازیگره، نمیدونم فلانه، بیساره، میاد بیرون هیچی نداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، گیر میافته. نهایتا بلایی که سر ژاکان باران اومد سرش میاد. واقعا نمیدونم ما کجا داریم میریم. حالا الان یارو بیاد یه صندوق هم درست بکنه،
میگن نه اینم میشه مثل پهلوی و فلان، کمک بکنی. اون چهار یه دو تا جوان بودن، کی بودن؟ اون علی چی بود؟ علی فلان و با سام رجبی، اینا دوست همون دوست سام رجبیه، صندوقی درست کردن. خب دارن شفاف میگن دیگه، همون آدمای خوبی هن به نظرم، آدمای بدی نیستن. چرا همون این کار رو به عهده بگیرن دیگه؟ به نظرم شاید هم به عهده بگیرن. حالا من از طرف اونا نباید صحبت بگم، حالا اونا نشد چهار نفر دیگه، بیاین صندوقی درست بکنیم. ما 10 یورو نفری 10 یورو، چند میلیون نفر بیرون از ایران هستن که دوست دارن کمک بکنن. من میبینم، برام پیام میفرستن آقا من چجوری میتونم به داخل کمک بکنم، به بچه ها کمک بکنم. بابا این خیالش هم نیست، مایی 100 یورو، مایی 10 یورو، مایی 5 یورو، پول یه نسکافه هم بخوای کمک بکنی، میدونی چقدر راهگشا هستش؟ 4 تا وکیل بگیرن اینجا برای اینایی که اومدن بیرون. الان کلی پناهنده، کلی از چیز ژنجیان آزادی فرار کردن اومدن کردستان عراق، اونجا ویلان و سیلان هستن، یا اومدن ترکیه. بچه‌هایی که چشماشون از دست دادن اومدن ترکیه ویلان و سرگردان، نه وکیلی نه چیزی نه فلانی، هر آنم ممکن هستش اتفاق براشون بیفته، همین اتفاقی که برای ژاکان باران افتاده. چرا این کارو نمی‌کنی؟ سخته؟ هر فرق تلخه؟ مثلا من می‌میرم. خیلی مخلصی.